بیش از چهار ماه از به قدرت رسیدن سنی های تندروی طالبان در افغانستان بعد از 20 سال می گذارد. در طول این چهار ماه طالبان همواره تلاش کرده که نشان دهد تحولاتی گسترده پیدا کرده و این طالبان فعلی با طالبان 20 سال پیش تفاوت دارد اما هرچه زمان می گذارد چهره واقعی طالبان فعلی که تفاوتی با طالبان قبلی ندارد بیش از پیش نمایان می شود همکارم علی گزارش می دهد 1996 میلادی سال به قدرت رسیدن گروه تروریستی طالبان در کشور افغانستان بود حکومت این سنی های تند رو تا سال 2001 ادامه داشت اما چند ماه بعد از حمله به برج های دوقلوی سازمان تجارت جهانی در نیویورک آمریکا که به حادثه 11 سپتامبر معروف است ارتش آمریکا به افغانستان لشکر کشی کرد و ظرف مدت زمان بسیار کوتاهی حکومت طالبان را نابود کرد دو دهه بعد یعنی در سال 2021 به یک بار و با ظرف کمتر از یک ماه طالبان قدرت را دوباره در افغانستان در دست گرفت گفته می شود برای روی کار آمدن این سنی های تندرو توافقات پشت پرده ای میان کشورهای مختلف جهان نیز صورت گرفته اما درباره صحت این خبر اطلاعات دقیق و رسمی در دست نیست آنچه اهمیت دارد این است که طالبان فعلی از روز به قدرت رسیدن در دوره جدید خود را طالبانی نو و متفاوت با طالبان قبلی معرفی کند اما موزگیری ها و حوادث رخ داده در این کشور در چند ماه اخیر خلاف این موضوع را ثابت می کند. در همین راستا زبیه الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که ارتش جدید آنها یک گروه انتحاری نیز خواهد داشت. وی در گفتگو با رادیو آزادی اعلام کرد این گروه انتحاری تحت نام نیروهای ویژه در وزارت دفاع طالبان با تعداد مشخصی تشکیل و برای عملیاتهای ویژه استفاده خواهند شد. به گفته سخنگوی طالبان، در ارتش جدید نظامیان پیشین نیز جای خواهند داشت و در صورت نیاز زنان نیز شامل خواهند بود تمام آمادگی ها برای تشکیل ارتش جدید روی دست گرفته شده است مجاهد گفته افراد ما در گروه های استشهادی آماده هستند اما در قالب نیروهای ویژه خواهند بود و همه آنها در وزارت دفاع سازماندهی خواهند شد این نیروها به تعداد خاص ایجاد و برای عملیات های ویژه استفاده می شوند این در حالی است که پیش از این نیز مقام های محلی طالبان در بدخشان از تشکیل گروه انتحاری تحت نام لشکر منصوری خبر داده و گفته بودند که این گروه در ولایت های شمال شرقی به ویژه بدخشان برای تامین امنیت مرزها با کشورهای همسایه ایجاد شده است حال این پرسش مطرح می شود که نیروهای انتحاری طالبان فعلی با تروریستهای های انتحاری طالبان در 20 سال قبل چه تفاوتی با هم دارند.